دوستان، موقعیت رژیم در سالی که گذشت چه بود؟ خامنه‌ای در شروع سال 1402 چه طرح و برنامه‌ای داشت و به چه نتیجه‌ای ختم شد؟ همینطور موقعیت رژیم در تعادل قوای داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی چگونه است و به کجا رسیده؟ وضعیت باندهای درونی رژیم چطوریه؟ و همینطور از نظر قدرت اقتصادی رژیم در چه مختصاتی ایستاده؟ و نهایی اینکه در سال آینده وضعیت رژیم چگونه پیش بینی میشه. برای پاسخ به این سوالات همراه میشیم با آقای علیرضا مدنچی در استودیو. آقای مدنچی، به شما خوش آمد میگم. ابتدا اجازه بدین با این شروع کنم که خامنه‌ای در شروع سال 1402 چه نقش مسیری داشت؟ خامنه‌ای خودش در سخنرانی روز اول فروردین سال 1402 به اصطلاح نقش مسیرش رو تعیین کرد. خب قیام 1401 رو پشت سر گذاشته بود و هوا برش داشته بود که گویا تونسته این قیام رو پایان بده و الان میخواستش که، البته میدونست که قیام‌های بعدی در راه و میخواست که رژیمش رو در ارتباط با این قیام‌ها و در مواجهه با این قیام‌ها آب بندی بکنه و شکاف‌هاشو ببنده. بنابراین همون اول سال، در اولین سخنرانی نوروزی سال 1402 گفتش که از انتخابات حرف زد و اینکه انتخاباتی پیش رو داریم و از اهمیت انتخابات و اینها. در واقع می‌خواست با این مهندسی انتخابات مثلا رژیمش رو آماده رویارویی با قیام‌های بعدی بکنه. همه چیز رژیم از مقابله با قیام‌ها و از مقابله با دشمن اصلی خودش که مردم و مقاومت ایران هست چیده میشه. در همین رابطه بود که خامنه‌ای در وسط سال، یعنی در 15 مهر ماه، یعنی 7 اکتبر هم اون جنگ افروزی فاجعه بار غزه رو تدارک دید و خیلی از این بابت سرمست و خوشحال بود که گویا به این وسیله، مثل همون کرونا که با جنازه های قربانیان کرونا فکر میکرد که جلوی قیام رو خواهد گرفت، اینجا هم فکر میکرد که با این کشته های و با این آتشی که برافروخته، آتش جنگ غزه، میتونه این بحران های درونی رژیم رو و بحران خودش رو، بحران سرنگونی رو مهار بکنه. اما الان ببینیم که در انتهای سال به کجا رسیده. اولا که اون مهندسی که خیز برداشته بود انجام بده، این با تحریم سراسری مردم ایران در کارزار تحریم به شدت شکست خورد و روی انتخابات مهندسی شده خامنه‌ای روی سر خودش آوار شد، به طوری که خودش هم ناچار شد که به تلخی و تلخکامی خودش اشاره بکنه که این در اثر همین انتخابات ایجاد شده بود. و الان هم می‌بینیم که هر روز که میگذره بیشتر دنیا متوجه میشه که اون مثلا جنگ افروزی و اینهایی که منطقه رو فرا گرفته و فجایع و اینها ناشی از سر ماریه که در تهرانه. البته تا الان جامعه بین‌المللی متاسفانه به رغم اینکه متوجه حضور سر مار شده و خطر سر مار، اما به زدن ضربه هایی به دوم مار اکتفا کرده، همون نیروهای نیابتی رژیم در عراق و سوریه و اینها. ولی خب این آتشی که خامنه‌ای برانگیخته همینطور پیش خواهد رفت و دامن خودش رو خواهد گرفت. به این ترتیب در آخر سال می‌بینیم که خامنه‌ای از اون مهندسی خودش سودی نبرده، از جنگ افروزی خودش، اگرچه اون اوایل تونسته بود که همه آدمای خودش رو پشت سر خودش بیاره در رابطه با جنگ غزه، حتی خاتمی هم کرنش کرد جنگ غزه رو، جنگ رو در مقابل در کنار خامنه‌ای قرار گرفت، تایید کرد مواضع رژیم رو. اما در آخر سال دیدیم که با این کارزار تحریم حتی خاتمی هم ناچار شد که بیاد و خودش در انتخابات شرکت نکنه. همین خاتمی که در انتخابات‌های قبلی می اومد بالاخره یه بهانه پیدا میکرد در پس و پناه، دماوند، اینور اونور رأی میداد، این بار رأی نداد. یعنی اون شکاف ها
بیشتر باز شده. الان وقتی به رژیم نگاه میکنیم میبینیم که شکاف‌های درونی رژیم عمیق‌تر شده و اون چیزی که خامنه‌ای انتظار داشت که با مهندسی انتخابات و با جنگ غزه جلوش رو بگیره موفق نشده.